میخوام از شما در مورد حرفی که زدیم سوال بکنم. شما گفتین که از نظر شما شعر عامل بدبختی جامعه ماست. من میخوام که به این سوال من پاسخ بدین که شعر از نظر شما اینطوریه و اگر اینطوریه چرا شما میاین از شاهین نجفی بودن خودتون به عنوان یک خواننده موفق و پیشرو از نظر من استفاده میکنین کتاب شعری با کیفیت بسیار پایین از نظر شعری از نظر من و بسیاری از دوستان شاعر من منتشر میکنین در حالی که معتقدین شعر باعث بدبختی ایرانه؟ مرسی از صحبت های کاملتون. فقط اساسا اینه که من اونجوری متوجه شدم شما با کسی طرف هستید که نه از سیاست چیزی میدونه نه از شعر. من معتقدم که شما نه سوال منو لطفا پاسخ بدید. بله بله از نظر شعری چرا از کسی که نه در مورد سیاست میدونه نه در مورد شعر درباره سیاست و شعر پاسخ میخواد؟ چون شما میخواید اجازه بدید در مورد هر دو تا مسئله صحبت بکنید. شما یا میخواید پاسخ بگیرید یا میخواید فقط سوالتون رو مطرح کنید؟ چرا از کسی که در مورد هیچ کدوم این دو مطلب چیزی نمیدونه پاسخ میخواد؟ عرض کردم شما به خودتون اجازه دادین. من به خودم اجازه دادم. شما چرا به خودت اجازه میدی در مورد کسی که چیزی نمیدونه سوال کنی؟ ته حرف من رو میخوام بدونی خانم. میذاری و در میرید ولی من میخوام جواب بدید به این سوال. چشم. قیمت کتاب چنده؟ 12 یورو. بیرون کتاب میفروشن، تو اون کتاب بخونید پاسختون رو میگیرید. من درسته بیشتر از این نداشتم از شما. شما اگه نمیگیم که شما از هر شعری از دوست دارید شما اشتباه میکنید. خب من عذر میخوام از طرف شما که خود ملت نشید. خانم خواهش میکنم یک جمع در واقع ایرانی شما کنیم استاد میشم. نه نه ما که متوجه شدیم شما استادشی عذر چی میخوای؟ عذر چی؟ شما بی خود میکنی عذر میخوای؟ نه بی خود میکنی عذر میخوای؟ من در مقابل نظام عذرخواهی نکردم. تو از طرف من عذر میخوای؟ اجازه بدیم بی خود میکنی عذر میخوای؟ واقعا نقد داریم به این جهانی که اسمشو گذاشتین جهان تلفیق. برای چی شعر میگید؟ برش کتاب می نویسید، برش بهمین، برش بهمین سیاسی می دید. اگر خواننده اید من می شنسی هزیاد والا جرات ناشناس. نه سوال مگه نگفتی صریح می خواهی؟ اگه می خواهی بازی بکنی بازی کنی. مگه نگفتی صریح؟ مگه نگفتی صریح؟ منو می شنسی یا نمی شنسی؟ بیوگرافی منو می دونی یا نمی دونی؟ پرسش صریحه. شاهین نجفی رو میشناسی یا نمیشناسی؟ سوال من رو جواب بدی. سوالم با سوال پرسش من صریحه. پاسخ صریح. میشناسی منو یا نه؟ بله شما آقای نجفی هستید. من بهتون گفتم اولین کاری که من با شروع کردم شعر بود. پاسخ تو بگیر. شما به اعتبار کی شاهین؟ پاسخ تو بگیر عزیز. به اعتبار کدوم منتقد؟ پاسخ تو بگیر دوست عزیز. پاسخ تو بگیر دیگه مگه نگفتی؟ پاسخ تو مگه نمیخواستی؟ پاسخ تو مگه نمیخواستی؟ آره؟ بنده شعرم رو کارم رو در شعر با نه بخواد تیم من داداش تیم من اینا تیم من ما تیمی ما پول گرفتی نه اجازه پول نگرفتی شما پول نگرفتی آقای نجفی دوستان عزیز دوستان عزیز ما یک نشستی رو گذاشتیم شما صحبت داری میکنه اومدی جواب پس با شما اصلا صحبتی نه اون خدا داره سوال کرد ما سوال کرد سریع سوال جزو پس دوستان متوجهی داداش ببین گوش کن عزیز من بذار من سریع جون من این تفاره حتما پاسخ بده فقط نه شما اومدن جواب هم بزن بذار تکلیفش مشخص کنم تحمل اون رو ببین داداش گوش کن عزیز من کاری که من شروع کردم از 16 سالگی در انجمن شیدای انزلی با شعر بود متوجهی به کجا رسیدی تو شعر دوست عزیز لطفا به نظر تو چنین آدمی رو اگر این مجلس مال من بود به روش خودم باید برخورد میکرد شاید اینجا ببخشید به کجا رسیدی؟ به اینجای رسیدم به اینجای رسیدم که همون کسی که الان داری زورش سنگش رو به سینه میزنی با اسم من کیس پناهندگی میگیره اینو میخوای بشنوی؟ اینو میخوای بشنوی؟ با اسم من باید بیاد اینجا کیس پناهندگی بگیره خفه شدی؟ با اسم من بیاد اینجا کیس پناهندگی بگیره تو که هنوز پول جیبیت از دیگران میگیری بعد نامه میزنی به برگردیم به نامه آرش سخن نامه میزنی به ابرقدرت بعد پشت ملتی معلومه که نیستی تو پشت ابرقدرتی چرا میگی پشت ملتم کدوم ملت تو
پشت قدرت مسلط قرار گرفتی. بحث ما اساسا اینه چطور من میتونم با جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام توتالیتر، تمامیتگرا، آدم کش، کسی، هر صفتی که میخوام بهش بدیم مخالفت بکنم، ولی فاصله خودم رو با نظم مسلطی هم که میدونم چه کاری داره با ما میکنه، میدونم که تو افغانستان چی کار کرده، میدونم که تو سوریه چی کار کرده، تو عراق چی کار کرده و تو جاهای دیگه، با اونم مشخص بکنم. این میشه اصل سیاسی. اوکی من میخوام حقوق بگیرش باشم، بسیار خوب، ولی پشت ملت قرار ندیم، پشت مردم قرار ندیم. شعره حالا چون اساسا بحث اینجا شخصی و اساسی من عرضی ندارم چرا از کسی که نه در مورد سیاست میدونه من نه در مورد شعر درباره سیاست و شعر پاسخ بدم؟ چون شما به خودتون اجازه بدین در مورد هر دو تا مسئله صحبت بکنید. شما یا میخواید پاسخ بگیرید یا میخواید فقط سوالتون رو مطرح کنید؟ نه من حتما میخوام پاسخ بدم. چرا از کسی که در مورد هیچ کدوم این دو مطلب چیزی نمیدونه پاسخ میخواید؟ عرض کردم چون شما به خودتون اجازه دادین و دارم من به خودم اجازه دادم. شما چرا به خودت اجازه میدید در مورد کسی که چیزی نمیدونه سوال بکنید؟ ته حرف شما چیه؟ چرا شما عامل بدبختی ایران سوال کردی که میزنید و در میرید، ولی من میخوام جواب بدید به این سوال. چشم. 12 یورو بیرون کتاب میفروشن، تو اون کتاب بخونید پاسختون میگید. من انتظاری بیشتر از این نداشتم از شما. مرسی. من مهتاب قربانی هستم. در برنامه هنر در تبیید از آقای شاهین نجفی یک سوال پرسیدم. لازم میدونم با توجه به حواشی که به وجود اومده و پرسش های دوستان از من یک توضیح کوتاهی در این مورد بدم. بحث بر این هستش که شاهین نجفی در برنامه‌ای که قرار بود پاسخگوی سوالات مخاطبین باشه و اصولا قرار بود هر کسی به سوالات مربوط به خودش پاسخ بده و در مورد هنر در تبعید صحبت بکنه، میکروفون رو گرفت و در این مورد صحبت کرد که شعر عامل بدبختی جامعه ایران هستش و یک سری توهین‌ها و تهمت‌هایی رو به آرش صبحانی زد. مسئله این هستش که این حرف‌ها اولا درست نبودن و بسیار همسو با نظریات حکومت ایران بودن، ولی حتی اگر درست بودن جای مطرح کردنشون در اون جلسه نبود. با این حال بعد از مطرح شدن این صحبت‌ها مخاطبین از ایشون سوال پرسیدن و آقای شاهین نجفی با نگاه از بالا، با مسخره کردن، با فحاشی کردن شروع کردن به پاسخ دادن به سوالات مخاطبین. خب مخاطب‌ها از این ناراحت بودن، از این در شوک بودن که چرا هنرمندی که براش احترام قائل شدن و ازش پرسش داشتن داره به جای پاسخگویی بهشون فحاشی میکنه و باشون با این لحن بد صحبت میکنه، که این باعث شد بحث شدت بگیره. شاهین نجفی به جای اینکه در هیئت یک هنرمند پاسخ علمی و روشن بده، فحاشی کرد، به یک دختر خیلی کم سن و سال گفت و بیخود کردی و بهش فحش سکسیستی داد که توی فیلمایی که در اومده موجود هستش، به دوست شاعری که اتفاقا یک سوال خیلی علمی از ایشون پرسیده بود گفت خفه شو و علامت دستش رو به علامت اسلحه به ایشون نشون داد و گفت اگر این مجلس متعلق بود من میدونستم با تو، متعلق به من بود میدونستم با چه رفتاری بکنم. به دوست دیگه که استاد دانشگاه بود و استاد علوم سیاسی بود گفت به توصیه میکنم چند تا کتاب سیاسی بخون و شروع کرد به همه فحاشی کردن. ما از این اتفاق واقعا در شوک بودیم که چطور هنرمندی که اون بالا روی صحنه نشسته به خودش اجازه میده از روی صحنه بلند بشه و به مخاطبش هجوم ببره و حمله بکنه. اما اتفاق بعدی باعث شد که اتفاقهای قبلی برای ما در واقع شوک نباشه. اتفاق بعدی این بود که بعد از خارج شدن از سالن، شاهین نجفی به همون دوست شاعر که اتفاقا فقط یک سوال علمی ازش پرسیده بود در مورد هنرهای تلفیقی حمله کرد و ما مشت به صورت اون دوست شاعر کوبید. خوشبختانه با صحبت دوستان دوستمون از شکایت کردن صرف نظر کردش. اما من میخوام بگم مسئله‌ای که اینجا وجود داره مسئله نقد و صحبت کردن در مورد برخورد شاهین نجفیه. اینکه چطور یک هنرمند به خودش اجازه میده به روی مخاطبش دست بلند بکنه، ما به عنوان انسان به خودمون اجازه نمیدیم حتی روی حیوان دست بلند بکنیم و بعد یک مخاطب به یک هنرمند روی مخاطبش دست بلند میکنه به چه جرمی؟ فقط به جرم اینکه ازش یک سوال پرسیده که اون هنرمند اون سوال رو نپذیرفته.
اگر این برخورد شبیه به برخوردهای حکومت اسلامی نیست چیه؟ ما چه توجیهی میتونیم برای این رفتار آقای شاهین نجفی داشته باشیم؟ من فکر میکنم تو این جلسه بهترین برخورد رو آرش صبحانی عزیز داشت که با وجود توهین‌های زیادی که شاهین نجفی بهش کرد، به احترام جلسه و به احترام مخاطب بحث رو شخصی نکرد و به شاهین نجفی پاسخ نداد و خب همونطور که توی فیلم هم مشاهده میکنید با تشویق مخاطبین و حضار حاضر در جلسه مواجه شد. اما مسئله‌ای که باعث شده ما هنوز در شوک باشیم و بسیار ناراحت باشیم، مسئله نه ایدئولوژی فکری شاهین که من به شخص باهاش مخالفم، نه شخصیت شاهین که من به شخص باهاش مخالفم، مسئله برخورد شاهین نجفی، فحاشی کردنش و کتک زدن یک مخاطب به جرم سوال پرسیدنه.